سلام دوستان، با درس شماره 60 از مجموع درس های آموزش زبان ترکی استانبولی با شما هستم. طبق معمول همیشه یوتیوب، فیسبوک، تلگرام، وبلاگ و ایمیل من رو روی صفحه میبینید. از این طریق میتونید با من در ارتباط باشید. خب دوستان، درس 60 در مورد ورزشه. البته درس 60، 61 و فکر میکنم 62 در مورد ورزشه، ورزش های مختلف و اینکه افعال مختلف، کلمات مختلف رو در این خصوص یاد میگیریم. سیز سوریورما کداشت در سپور یاپمایی سبر میسینز؟ سپور یاپمایی سبر میسین اجابا؟ سپور یاپمایی سبر میسین اجابا؟ ازتون میپرسم آیا دوست دارید ورزش کنید؟ ورزش کردن رو دوست دارید آیا؟ دوستان، یه تعداد کلمه هستن که بعضن آشنا هستن، بعضی هم آشنا نیستن. اولی گورش هست. گورش به چه معنی هست؟ به معنی کشتی. هالتر یعنی وزن برداری. تنیس، باسکتبول، باسکتبول، فوتبال. بوکس، ولیبول. کشو، یوزمه. کایاک، کایاک فکر کنم کلمه جدیده براتون، به معنی اسکی هست. کاراته، کاراته. حاکم، تاکم. خب دوستان، در اینجا ما یک مکالمه داریم بین دو نفر در بوهبوهه جام ملت‌های اروپا، البته جام ملت‌های اروپای سال 2000، و مکالمه خیلی خوبی دارن، جدیدم هست، کلمات جدید هم داره. این رو با هم یکی دو بار گوش بکنیم و بعدش من توضیح میدم. مرحبا فاتی. اروپا فوتبال شامپیونسنی izliyor musun? İzlemez miyim? Çok harika karşılaşmalar var. Dün akşamki maçların sonuçlarından haberin var mı? Evet var. Dün akşam çok sürpriz maçlar oldu. Ne gibi? Portekiz Almanya gibi güçlü bir takımı 3-0 yendi. Gerçek mi söylüyorsun? Bu büyük bir sürpriz. İster inan ister inanma ama Portekiz çok modern bir futbol oynuyor. Portekiz'in en beğendiğin futbolcuları kimler? Luis Figo, Nuno Gomez, Rui Costa. Bunlar çok güzel futbol oynuyorlar. Peki bu akşam hangi maçlar var? Fransa Çek Cumhuriyeti ve Belçika Türkiye maçları var. Umarım Türkiye başarılı olur. İnşallah. Sana göre Avrupa 2000'in favorisi hangi takımlar? Benim favorilerim Fransa ve Portekiz. Ya seninki? Benim favorilerim de İtalya ve Fransa. İtalya hızlı ve iyi defans yapan bir takım. Fransa'da önceki Dünya Kupası'nda şampiyon olmuş bir takım. Bakalım kimin tahmini doğru çıkacak? Bekleyip görelim. Dostan, yek dur dige hem guş konim. Merhaba Fatih. Avrupa Futbol Şampiyonası'nı izliyor musun? İzlemez miyim? Çok harika karşılaşmalar var. Dün akşamki maçların sonuçlarından haberin var mı? Evet var. Dün akşam çok sürpriz maçlar oldu. Ne gibi? Portekiz Almanya gibi güçlü bir takımı 3-0 yendi. Gerçek mi söylüyorsun? Bu büyük bir sürpriz. İster inan ister inanma ama Portekiz çok modern bir futbol oynuyor. Portekiz'in en beğendiğin futbolcuları kimler? Luis Figo, Nuno Gomez, Rui Costa. Bunlar çok güzel futbol oynuyorlar. Peki bu akşam hangi maçlar var? Fransa Çek Cumhuriyeti ve Belçika Türkiye maçları var. Umarım Türkiye başarılı olur. İnşallah. Sana göre Avrupa 2000'in favorisi hangi takımlar? Benim favorilerim Fransa ve Portekiz. Ya seninki? Benim favorilerim de İtalya ve Fransa. İtalya hızlı ve iyi defans yapan bir takım. Fransa'da önceki Dünya Kupası'nda şampiyon olmuş bir takım. Bakalım kimin tahmini doğru çıkacak? Bekleyip görelim. خب اینجا چی میگه؟ نوشته سلام فاتح، آیا تو جام ملت‌های اروپا رو نگاه میکنی؟ نگاه نکنم، مسابقات خیلی محشری است. دون اکشام کی ماچلارن سونوچلارندان هابرین وار ما؟ ایوت وار. دون اکشام چوک سورپریز ماچلار اولدو. نه گیبی؟ پورتکیز آلمانیا گیبی گوچلو بیر تاکومی 3-0 یندی. خب اینجا چی داریم؟ میگه که از نتیجه بازی های شب گذشته خبری داری؟ بله دارم. شب گذشته سورپریز بزرگی شد. چی شد؟ پرتغال تیم قوی مثل آلمان رو 3-0 برد. گرچه که سویدیوسون؟ او بیوک بیر سورپریز. استر اینان استر اینان ما. اما پرتغیز چوک مدرن بیر فوتبال اوینیار. میگه
واقعا میگی؟ این که سورپرایز خیلی بزرگیه. میخوای باور کن، میخوای باور نکن. ایستن اینان ما. اما پرتغیز چوک مدرن به فوتبال اوینیار. اینجا که آسونه میگه اما پرتغال، پرتغیز همون پرتغاله. پرتغیز یک فوتبال خیلی حرفه‌ای رو بازی میکنه. پرتغیزین ان بندین فوتبال جولارو کیملر؟ لوئیس فیگو، نونو گومز، روی کوستا، بونلار چوک گوزل فوتبال اوینیارلر. سوال چی بود؟ گفته بود که در تیم پرتغال محبوب ترین بازیکنت کیه؟ گفت لوئیس فیگو، نونو گومز و روی کوستا. اینا خیلی قشنگ فوتبال بازی میکنن. پکی، بو اکشام هنگ ماشلار وار؟ فرانسا، چک جمهوریتی و بلچیکا، ترکیه ماشلاری وار. اوماریم ترکیه باشارلی اولور، انشالله. آسونه اینجاش، میگه خب امشب چه بازیایی هست؟ فرانسه چک جمهوریتی، فرانسه و جمهوری چک و بلچیکا ترکیه ماچلاری وار. اوماریم ترکیه باشارلی اولور. اینجا چی میگه؟ آرزو دارم که ترکیه موفق باشه. سانا گوره اوروپا 2000 فاوریسی هانگ تاکیملار؟ بنیم فاوریلریم فرانسه و پرتغیز. یا سنینکی؟ به نظر تیم محبوب اروپا در سال 2000 کدوم تیمه؟ به نظر من فرانسه و پرتغیزه. به نظر تو؟ بنیم فاوریلریم ده ایتالیا ایل فرانسه. ایتالیا هزلی و ای دفانس یپان بیر تاکم. فرانسه دا اونجکی دنیا کپاسندا شامپیون اولموش بیر تاکم. میگه فاوری من ایتالیا و فرانسه است. ایتالیا هزلی و ای دفانس. دفانس یعنی دفاع. یپان بیر تاکم. فرانسه دا اونجکی دنیا کپاسندا شامپیون اولموش بیر تاکم. شامپیون که مشخصه یعنی شامپیون. یعنی تیمی که برنده کاپ طلا شده. تیمی که اول شده. باکالم. کیمین تخمینی دورو olacak. بکلیب görelim. باکالم رو خوندیم دوستان. باکالم میدونیم یعنی چی. یعنی ببینیم تخمینه کی درست در میاد. منتظر میمونیم و میبینیم. پس این شد یک مکالمه. این به نسبت درسای گذشته کمی سخت‌تر بود. اونم به این دلیله که دیگه وارد سطح A2 شدیم. آشادکی دیالوگ اویگولاینس. اینا رو دیگه میدونید، مکالمه ها رو باید یک نفری یا دو نفری تمرین کنید. این مکالمه بین هاکان و سینا هست. بنیمله ولیبول اوینمایا گلیر میسن؟ هایر ولیبول اوینمایی دوشونمیارم. نیچین دوشونمیوسون؟ بیلیم برکولابیلیر. بیلیم برکولابیلیر. دکات درسن برکولماز. پکی گلیارم. خب دوستان، اولین کلمه ای که در این مکالمه فکر کنم ناشنا است بیلک است. بیلک یعنی مچ دست. بیلک درسته که اینجا اومده گفته بیلیم یعنی مچ دست من. که رو برداشته یوموشاکی گذاشته بیلیم. بیلک یعنی مچ دست. برکولابیلیر. برکولابیلیر یعنی ممکنه پیچ بخوره. از فعل برکولماک اومده. برکولماک مسترش برکولماک هست. مکالمه هم که آسون بود، معنیش رو فکر کنم متوجه شدید. حالا میایم 4 تا مثال میذاریم استفاده میکنیم. کایاک یاپماک، آیاو کرولماک. کایاک یاپماک، آیاو کرولماک یعنی اسکی کردن، پارو شکوندن. خب میایم میذاریم در این مکالمه. بنیم له کایاک یاپمایا گلیر میسین؟ هایر کایاک یاپمایی دوشونمیارم. نه چین دوشونمیوسون؟ آیاهم کرولابیلیر. دقت درسن کرولماز. پکی گلیارم. پس متوجه شدید. دو تا کلمه عوض کردم. یکی کایاک یاپماک رو گذاشتم به جای ولیبول اوینماک. ولیبول اوینماک. و به جای اینکه بگیم بیلیم برکولابیلیر گفتیم آیاهم کرولابیلیر. یعنی ممکنه پام بشکنه. حالا ستای بعدی رو شما بگید. هندبول اوینماک. آیانی اینجیتمک یعنی هندبال بازی کردن. اینجیتمک به معنی صدمه زدن هست. پس مکالمه رو با این بسازید، دیالوگ رو با این بسازید، با این هم بسازید و آخری هم با بوکس یاپماک بسازید. بوکس یاپماک، برنو کرولماک.
اگر دوست داشتید زیر همین ویدیو برام بنویسید، مکالماتون رو برام بنویسید، خیلی خوشحال میشم. علاوه بر این متوجه میشم برای من هم یک آزمونی هست که بدونم آیا یاد گرفتید درس رو یا نه. خب arkadaşlar size soruyorum. En çok sevdiğiniz spor hangisidir? از شما دارم میپرسم. اینو تو کامنت ها برام بنویسید. En çok sevdiğiniz spor hangisidir? اگه یادتون باشه در چند درس گذشته نحوه جواب دادن به این سوال رو هم بهتون گفتم. Uzak Doğu sporlarından hangisini biliyorsun? Futbol ne ile oynanır? Futbol ne ile oynanır? میتونید بگید topla oynanır. درسته؟ topla oynanır. Kış sporlarını sever misin? اینا رو دوستان در واقع دارم از شما میپرسم ها، ولی خب حالا خودم هم جواب دادم. Basketbol kaç kişiyle oynanır? این 5 تا سوال رو لطفاً در کامنت ها جواب بدید. Aşağıdaki kelimeleri eşleştiriniz. اینا رو من دیگه قبلش به خاطر اینکه وقتتون هم گرفته نشه جوابش رو دادم. دوستان ببینید هالترجی یعنی وزنه بردار از هالتر استفاده میکنه. درسته؟ فوتبالجو از چی استفاده میکنه تو ورزشش؟ از توپ. تنیسچی راکت. تنیسچی راکت. بوکسر الدیبن. الدیبن یعنی دستکش. ببینید ما در فارسی مثلا میگیم که بیا وزنه بزنیم، بیا دوچرخه سواری کنیم، بیا شنا کنیم، بیا بسکتبال بازی کنیم. هر کدوم از اینا یه فعلی مشخصی بعدش میاد. اینجا داریم بسکتبال با اویناماک میاد. مثلا میخواد بگید بسکتبال بازی میکنم، میگید بسکتبال اوینیوروم. درسته؟ بسکتبال اوینیوروم. نمیشه بگید هالتر اوینیوروم. مثلا بوکس یا پیوروم یعنی بوکس انجام میدم. ترجمهش به فارسی اینه. پس بوکس با یاپماک میاد. هالتر با چی میاد؟ وزنه برداری با کالدرماک میاد. یعنی بلند کردن. کالدرماک. هالتر کالدریوروم. هالتر کالدریوروم. وزنه بلند میکنم. بیسیکلت با چی میاد؟ با سورمک. یعنی راندن. بیسیکلت سوریوروم. بیسیکلت سوریوروم. پس اینطوری استفاده میشه. اینا مهمن، این چند تایی که گفتم مهمه، فوق العاده ام که استفاده میشن. خب دوستان در قسمت سوم ما ورزش ها رو داریم و مکان هایی که این ورزش ها درشون انجام میشه. مثلا یوزمه یعنی شنا، میدونید دیگه، در هاووز یعنی استخر انجام میشه. درسته؟ ماسا تنیسی یعنی تنیس روی میز، روی ماسا انجام میشه. ماسا روی میز. بوکس کجا انجام میشه؟ رینگ. و گورش روی میندر انجام میشه، یعنی روی تشک. اون تشک کشتی رو بهش میگن میندر. اینجا چی رو داریم؟ آشاداکی جمله لردن دورو اولانه باشنا د، یانلش اولانن باشنا ی. یازنیز. بوکس تهلیکلی بیر سپوردور. بنظر شما بوکس ورزش خطرناکیه؟ یه کمی خطرناکه نه؟ پس اینو دورو مینویسیم. سرکلا اتلاما کلای بیر سپوردور. سرکلا اتلاما کلای بیر سپوردور. سرکلا اتما یعنی چی؟ یعنی پرش با نیزه. به نظر من که هیچ ورزشی آسون نیست، پس این رو من مینویسم یانلش. فوتبال سالون دا اوینایان بیر سپوردور. این جمله اشتباهه. فوتبال در زمین فوتبال انجام میشه. هندبال آیاکلالا سالوندا اوینایان بیر سپوردور. او دا یانلش. چرا؟ چون هندبال با دست بازی میشه، ولی اینجا میگه با پا بازی میشه. سرف هاوزدا یاپلیر. دوستان سرف همون سرفینگ انگلیسی هست، به معنی موج سواری کردن با تخته. خب در هاوز که انجام نمیشه، در دنیز انجام میشه. پس این هم یانلشه. جمله آخر سپور کارشیلاشمالارنی یونتن کیشیه حاکم دنیر. بو دورو. کسی که مسابقات ورزشی رو مدیریت میکنه بهش میگن حاکم، داور.